به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. خوشحال سعادات دستور حمله بر خانه قیصری را صادر کرده بود. چند روز پیش نیروهای دولتی افغانستان بالای خانه یکی از فرماندهان مسلح غیر مسئول در بلخ حمله کردند. با گزارش سپوتنیک به نقل از تلو نیوز، اجمل فایز فرمانده امنیت ولایت بلخ گفت خوشحال سعادات معین ارشد امنیت وزارت امور داخلی افغانستان دستور عملیات بالای خانه نظام الدین قیصری را صادر و 60 نیروی ویژه پلیس را از کابل به این ولایت فرستاده بود. فایز می گوید که از انجام این عملیات پشیمان نیستند و نخستین شلیک را نیروهای وفادار به قیصری به نیروهای دولتی انجام دادند. این نیروهای ویژه قطعات 303 پلیس از کابل آمدند و عملیات بر خانه قیصری را رهبری و انجام دادند. این نیروها چگونگی انجام این عملیات را از کابل دستور می گرفتند. آقای فایز گفت با شخص جناب معین صاحب امنیتی تماس گرفتیم که جناب معین صاحب همین طور یک وضعیت است. چی کنیم؟ گفت آمادگی آم تام بگیرید. قطعات خاص را برای تان می دهم. همکاری میکنیم. بروید اطراف خانه اش را محاصره کنید و مطابق به حکم قانون شما اجراءاتتان را کنید. پلیس بلخ برای انجام این عملیات حکم دادگاه ولایت بلخ را نشان داده است. او گفت پلیس امنی ما داخل نشدند. به جز قطعات خاص کماندو ارتش و قطعات 888 که حتی هیچ پلیس امنی هم پیش نرفتند که بروند آنجا که اقدام کنند. و این اجازه را هم ندارند چون کمربند اول اونها بودند. کمربند دوم و سوم را گارنیزون رو واکنش تشکیل میدادند. محمد نظیر پکتیاوال فرمانده گارنیزون شهر مزار شریف گفت این یک شهر است و در شهر هواپیماها نباید استفاده شود. اما اکنون وزارت دفاع پیشرفت کرده است و این گونه نیست که راکتی را که شلیک می کند و در خانه غیر نظامیان اصابت کند راکت انداخ شده اما در نقطه مهم را هدف قرار داده. اما نظام الدین قیصری کجاست؟ سید شاخان معاون ریاست امنیت ملی ولایت بلخ گفت بله در جوزجان است. عبدالله که از یک پافلج است دکانش در این عملیات به گونه کامل سوخته است. او اکنون نگران خانواده و آینده 4 کودکش است. عبدالله دکاندار گفت این گونه حمله شد که فکر میکردی سر کلان داعش طالبهای القاعده سر اینها حمله شده. اما فکر نکردن که این همه مردم غریب آسیب میبیند. 4 سوی خانه نظام الدین قیصری هنوز هم زیر نظارت جدی نیروهای دولتی است. و فرمانده پلیس بلخ میگوید که رهبری وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به گونه کامل در جریان بودند. یادآوری میکنیم که نظام الدین قیصری یک تن از فرماندهان مسلح غیر مسئول وابسته به جنبش ملی اسلامی افغانستان بود که سال گذشته نیز توسط نیروهای ویژه ارتش دستگیر و به کابل انتقال داده شد و پس از چند ماه از زندان آزاد شد. گزارش دیگری از ساید خبری سپوتنیک. بابر فرهمند: افراد مسلح غیر مسئول در گرفتاری قیصری اموال مردم را به غارت بردند. برخی از باشندگان ناحیه پنجم شهر مزار شریف میگویند که دروازه هایشان شکستانده شده و اموالشان دزدی شده است. با گزارش سپوتنیک به نقل از سلام وطندار، عنایت الله بابر فرهمند عضو ارشد حزب جنبش و معاون اول ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله بیان کرده که عملیاتی که علیه قیصری را اندازی شد اشخاص مسلح غیر مسئول اشتراک داشتند که باعث دزدی اموال مردم شدند. در عین حال فرهمند گفته است که این افراد غیر مسئول مربوط به فرماندهان محلی بلخ بودند. از سوی هم برخی از باشندگان ناحیه پنجم شهر مزار شریف میگویند که شمار از افراد با لباسهای شخصی مجهز با تجهیزات نظامی در میان نیروهای امنیتی حضور داشتند
و دروازه هایشان را شکستانده و اموالشان را به غارت بردند. اما در همین حال سخنان بابر فرهمند از سوی اجمل فایز فرمانده پلیس بلخ رد شده و می گوید که افراد مسلح غیر مسئول در عملیات نظامی علیه قیصری حضور نداشتند. بجز قطعات خاص کماندو ارتش و قطعات 888. گفته می شود افراد غیر مسئول مربوط به فرمانده طوفان و اختر ابراهیم خیل نیز در این عملیات شرکت داشتند. اما در یک نشست خبری اختر ابراهیم خیل این ادعا را رد می کند و می گوید که او با قیصری هیچ خصومتی ندارد. با گزارش دیگری از سایت خبری سپوتنیک، تاراج اموال مردم توسط افراد مسلح غیر مسئول در عملیات دستگیری قیصری. معاون نخست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که افراد غیر مسئول در عملیات دستگیری قیصری دست به تاراج اموال مردم زدند. با گزارش سپوتنیک به نقل از سلام وطندار، عنایت الله بابر فرهمند عضو برجسته جنبش ملی افغانستان و معاون نخست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که در عملیات نظامی بر اقامتگاه نظام الدین قیصری فرمانده پیشین ولسوالی قیصار فاریاب افراد مسلح غیر مسئول شرکت داشته و اموال مردم را به غارت بردند. با گفته فرهمند افراد مسلح غیر مسئول وابسته به فرماندهان محلی بلخ بودند. شماری از باشندگان ناحیه پنجم شهر مزار شریف نیز می گویند که دروازه هایشان شکستانده شده و اموالشان به تاراج رفته است. با گفته آنان شماری از افراد با لباس های شخصی مجهز با تجهیزات نظامی در میان نیروهای امنیتی حضور داشتند. اما اجمل فایز فرمانده پلیس بلخ حضور افراد مسلح غیر مسئول در عملیات نظامی علیه قیصری را رد می کند و می گوید بجز قطعات خاص کماندو ارتش و قطعه 888 هیچ نهاد دیگری در این عملیات دخیل نبوده است. گفته می شود افراد وابسته به فرمانده طوفان و اختر ابراهیم خیل نیز در این عملیات شرکت داشتند. اما آقای ابراهیم خیل در یک نشست خبری این ادعا را رد می کند و می گوید که او با قیصری هیچ مشکلی ندارد. تصاویر و ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی دست به دست می شود افراد مسلح را نشان می دهد که تصاویر آقای قیصری را پاره می کنند و می گویند که آنان قیصری را مجبور به فرار کردند. نظام الدین قیصری فرمانده پیشین پلیس ولسوالی قیصار فاریاب در ماه سرطان سال گذشته به اتهام نقض حقوق بشر و تهدید مقامهای امنیتی در ولایت فاریاب از سوی امنیت ملی دستگیر و به کابل منتقل و پس از چند ماه از زندان آزاد شد. و اما به گزارش دیگری از سایت خبری سپوتنیک، انتقاد شدید میررحمان رحمانی از حکومت. رئیس مجلس از برخورد دوگانه حکومت نسبت به قیصری انتقاد کرد. با گزارش سپوتنیک، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس با انتقاد از عملکرد حکومت درباره نظام الدین قیصری و اختر لوچک گفته است که حکومت درباره این دو شخص دوگانه برخورد کرده است. رحمانی اضافه کرد که باید حکومت مشکل خود با قیصری را از رای قانونی آن حل می‌کرد، نه اینکه شهر را به پادگان نظامی مبدل ساخته است. او از کمیسیون امنیت داخلی مجلس خواست تا این موضوع را بررسی کند. غلام فاروق مجروح نماینده ایراد در مجلس نیز با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر اینکه همساله 50% عواید به جیب مفسدین می‌رود گفت که در شرایط کنونی جنگ با مفسدین مهمتر از جنگ با قیصری است. بر اساس گفته های مجروع اگر حکومت 100 نفر مفسد را در زندان پل چرخی بیاندازد دیگر کسی جرأت فساد را نخواهد کرد. او همچنین خواستار شد که اکنون که دولت تصمیم بازداشت اخلالگران امنیت را دارد باید تمام افرادی که امنیت را اخلال می کنند بازداشت کند. در همین حال حمیدالله بیگ نماینده سرپل در نشست امروز مجلس گفت که دولت برای برقراری امن و نظم در بلخ عملیات را اندازی نکرده بلکه می خواهد ملیت ازبک را سرکوب کند.
او با اشاره به اختر لوچک و قماندان طوفان انتقاد کرد که همانند قیصری دهاتن در کابل و مزار شریف حضور دارند، چرا حکومت در مقابل آنان خاموش نشسته است. ذبیح‌الله عتیق نماینده بدخشان نیز گفت که اگر قیصری مجرم بود، چرا حکومت از طریق نهادهای عدلی و قضایی به قضیه او رسیدگی نکرد که این طور آرامش یک شهر را برهم زده است. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری تولو نیوز، پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان به اعدام محکوم شد. مشرف متهم بود که با اعلام آلت اضطراری در سال 2017 میلادی مرتکب خیانت ملی شده است. یک دادگاه ویژه روز سه‌شنبه 26 خوست در اسلام آباد پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را به جرم خیانت ملی به اعدام محکوم کرد. او متهم بود که با اعلام حالت اضطراری در سال 2007 میلادی مرتکب خیانت ملی شده است. این قضیه از سال 2013 میلادی به این سو در دادگاه دنبال می شد. پرویز مشرف اکنون در دبی به سر می برد. این نخستین بار در تاریخ پاکستان است که یک رئیس جمهور پیشین این کشور به اعدام محکوم می شود. مشرف در سال 1378 دولت نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور را با انجام کودتای نظامی سقوط داد و خودش قدرت را به دست گرفت. با این حال اعضای جنبش اعلام کردند که آقای قیصری از منزلش به جای امن منتقل شده است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.